به نام ایزدمنان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. بشیر احمد قاسونی در صفحه رسمی فیسبوکشون این نگاشته است: ائتلاف جدید در راه است. مثلث عبدالله، حکمتیار و نبیل شکل خواهد گرفت. این در حالی است که دکتر عبدالله در صفحه رسمی فیسبوکش نیز چنین نگاشته است: ملاقات با جناب انجینر گلبدین حکمتیار، امیر حزب اسلامی افغانستان و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1398. در این دیدار دو طرف درباره انتخابات ریاست جمهوری، آخرین تحولات سیاسی کشور و مشکلات موجود بحث و تبادل نظر کردند. دکتر عبدالله با اثرگیری بازشماری را مخالفت کرد. روند بازشماری را که به دلیل مخالفت شمار از دسته های انتخاباتی به شمول دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی برای 3 روز متوقف بود، دیروز از سر گرفته شد. دکتر عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی مخالفتش را با اثرگیری روند بازشماری و تفتیش آرای ریاست جمهوری اعلام کرد. دکتر عبدالله که پس از چاشت روز یک شنبه 26 اقرب در یک نشست خبری در کابل سخن میزد، از سرگیری روند بازشماری آرا را غیر قانونی خواند و از پیامدهای تداوم آن هشدار داد. او گفت که کمیسیون مستقل انتخابات در این باره قناعت دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی را حاصل نکرده است و باید روند بازشماری و تفتیش آرا متوقف شود. ما فیصله کرده ایم که در روند بازشماری آرا سهم نمیگیریم. اگر کمیسیون مستقل انتخابات در این تصمیمش تجدید نظر نکند، این کمیسیون بی‌طرفی خود را زیر سوال میبرد و ما تصمیم بعدی خود را خواهیم گرفت. روند بازشماری آرا که به دلیل مخالفت شمار از دسته های انتخاباتی به شمول دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی برای 3 روز متوقف بود، دیروز از سر گرفته شد. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات شام روز گذشته اعلام کرد که 2 نشست تکنیکی را با دسته های انتخاباتی داشتند و درباره نگرانی های آنان از این روند توضیحات دادند. اما دکتر عبدالله کمیسیون مستقل انتخابات را به پشتیبانی از دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی متهم کرد. در هر گوشه ای که تقلب است، مدافع آن تیم دولت ساز است. از کمیسیون مستقل انتخابات توقع ما این نبود و نیست که به عنوان سخنگوی دولت ساز عمل کند. قرار است در حدود 8000 رای بازشماری شوند. اعتراض دسته ثبات و همگرایی این است که در حدود 300000 رایی که بدون بایومتریک هستند نیز شامل روند بازشماری شدند. بر بنیاد طرز عمل کمیسیون مستقل انتخابات، آرایی که بدون بایومتریک باشد اعتبار ندارد. صبح دیروز همزمان با آغاز اثرگیری روند بازشماری آرا، شمار نسبت به این روند مخالفت کردند و در شماری از ولایت‌ها از جمله در کندوز مانع این روند شدند. دکتر عبدالله گفت که یکی از ناظران تیم دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در جریان زدخوردها در این روند در کندوز جان باخته است. هرچند تا کنون روشن نیست که این ناظر از سوی چه کسانی کشته شده است، اما دکتر عبدالله گفت که به نیروهای امنیتی دستور داده شده است که بر مردم شلیک کنند. در شرایطی که جنگ با حراس افغانی جریان دارد، چگونه به نیروهای امنیتی دستور داده می شود که بر مردم شلیک کنند؟ هر کس این دستور را می دهد، عواقب آن را به دوش خواهد داشت. دکتر عبدالله مشخصا گفت که از نیروهای ویژه برای سرکوب معترضان کار گرفته شده است. نیروهای امنیتی به منظور تامین امنیت و مبارزه با تروریسم ایجاد شده است. هر نوع کوشش برای استفاده سیاسی و دخیل کردن این نیروها بر روند انتخابات در تضاد با قانون اساسی کشور و همچنان یک خیانت ملی است. در امین حال، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز در این باره واکنش نشان داده است. استفاده از نهادهای امنیتی برای اهداف شخصی و یا سیاسی به هیچ صورت به خیر مصالح اولیای کشور نبوده و برای مردم افغانستان قابل قبول نمی باشد. در پی این اظهارات، صدیقی سخنگوی رئیس جمهور می گوید که تا کنون هیچ شکایت از مداخله نیروهای امنیتی در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نشده است. آقای صدیقی در تویترش نگاشته است: اتهام های بی مبنا و بی مورد در حق نیروها جنبه سیاسی داشته و قابل توجیه نیست.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 مای میزان برگزار شد. حالا که در حدود 2 ماه از این زمان میگذرد، کمیسیون مستقل انتخابات قادر نشده است که حتی نتایج نخستین این انتخابات را اعلام بکند. نشست ها درباره از سرگیری روند بازشماری آرا به نتیجه بودند. انتظار می رفت که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به روز 5 شنبه پیش اعلام شود، اما با این بنبسته که در این روند به میان آمده است، روشن نیست که نتایج چه زمان امگانی خواهد شد. با گذشت 3 روز از توقف روند بازشماری آرا، انتخابات ریاست جمهوری، دسته انتخاباتی دکتر عبدالعبدالله می گوید که نشست های نمایندگان و نامزدان معترض به این روند با کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون به هیچ نتیجه نرسیده است. 4 شنبه هفته پیش کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری بخش از آرا انتخابات ریاست جمهوری را متوقف ساخت تا در این باره با دسته های انتخاباتی معترض به این روند گفتگو کند. فریدون خوزون سخنگوی دسته انتخاباتی دکتر عبدالعبدالله گفت کمیسیون مستقل انتخابات زیاد سر احتمالات بحث می کند. بجای این که بیشتر طرز العمل و قانون را عملی بکند، ما تمام موارد قانونی را در اختیارشان گذاشتیم و امیدواری ما این بود که کمیسیون یک پاسخ قانع کننده را برای ما داشته باشد. اما اینها تا هنوز هم نتوانستند که قناعت دسته های انتخاباتی را که روند بازشماری تفتیش را به تعویق انداخته بودند و اشتراک نکردند فراهم کنند. اما دسته انتخاباتی اشرف غنی از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد که نگذارد روند قانونی انتخابات از سوی یک دسته مشخص انتخاباتی به گروگان گرفته شود. نجیب دانش سخنگوی دسته انتخاباتی اشرف غنی بیان داشت درخواست ماست کمیسیون مستقل انتخابات این است که برنامه های کاری خود را مطابق با تقویمشان پیش ببرند و نگذارند تا یک تیم مشخص یک روند کلان ملی مردم افغانستان را به گروگان بگیرد. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت ما امیدوار هستیم که به یک راه حل برسیم. راه های حل که در چارچوب طرز العمل ها و لوایح مطابقت داشته باشد. آرای مورد اختلاف کدام ها؟ بیش از 29,586 محله که قرار بود در روز انتخابات ریاست جمهوری باز باشند، بیش از 26,586 محل در این روز باز گزارش داده شدند. 2 گونه گزارش بایومتریکی و کاغذی از انتخابات در این محلات در دست هستند که اطلاعات بایومتریکی در حدود 24,842 محل و اطلاعات کاغذی در حدود 25,566 محل را در بر می‌گیرند. دسته های انتخاباتی روی برگزاری به دور از مشکلات انتخابات در نزدیک به 18,850 محل اتفاق نظر دارند، اما اگنون که کمیسیون مستقل انتخابات در حدود 8,486 محل را مشمول روند بازشماری آرا کرده است، از این میان دسته های انتخاباتی توافق دارند که درباره 3,484 محل میان نتایج بایومتریکی و برگه های نتایج تفاوت های وجود دارند، اما درباره 4,563 محل دیگر جنجال های اصلی میان این دسته ها را امین محل ها می سازند، زیرا 137 از آرای مورد اختلاف آنان از امین محل ها هستند. در کنار این 88,000 رای بیرون از زمان رایدهی، یعنی با بیش از آغاز روند رایدهی و یا هم بعد از روند رایدهی استعمال شدند. بخش سوم اختلاف ها میان دسته های انتخاباتی را هم سرنوشت 724 دستگاه و یا هم کارت حافظه ناپدید شده می سازند که حد اوسط آرای ثبت شده در آنها در حدود 70,000 رای گفته می شوند. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات تأکید می‌ورزد که درباره تمامی این آرا برگه‌های نتایج در دست هستند، اما دسته انتخاباتی دکتر عبدالعبدالله می‌گوید که آرای بدون بایومتریک ثبت در دستگاه‌های شناخت بایومتریک پذیرفتنی نیستند. نامعلوم بودن زمان اعلام نتایج انتخابات. انتظار می‌رفت که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به روز 5 شنبه پیش اعلام شود، اما با بنبستی که در این روند به میان آمده است، روشن نیست که این نتایج چه زمان امگانی خواهند شد. در امین حال محمد عبدالله یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات چگونگی تأخیر در اعلام نتایج انتخابات را و نیز نقش نهادهای جهانی را در این روند به پرسش می‌گیرد. آقای عبدالله که روز شنبه 25 عقرب در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد افزود من حیث یک شریک انتخاباتی همان کننده کمک های کشورهای کمک کننده و اینجا پول مالیه دهندگان کشورهای اروپایی و آمریکایی را خرج می‌کنند و مصرف می‌کنند، باید به مردم بگویند که چه جریان دارد، چرا نتایج به تأخیر افتاده، مشکل در کی است.
از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات از دبیرخانه این کمیسیون خواست تا آن کارکنان انتخاباتی را که در جریان انتخابات تخطی و تخلف کردند تا روز سه‌شنبه همین هفته به کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی معرفی کنند. کمیسیون انتخابات همچنان گفته است که این کارکنان اجازه ندارند که در روند بازشماری و تفتیش آرا حضور داشته باشند. سپاس از این که با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، بدرود.